سلام دوستان، مهرداد بیک هستم. میخواییم با همدیگه پیتزای قارچ و گوشت یاد بگیریم. پیتزای قارچ و گوشت تشکیل شده از گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پاپریکا، زردچوبه، فلفل، روغن، نمک و آبیشن، پنیر پروسس رنده شده، خمیری که از قبل خودمون آماده کردیم، سس پیتزا که دستور این دوتا به صورت ویدئوی جداگانه داخل کانال هست، به اضافه پیاز خرد شده. پیتزا یکی از جذابترین غذاهای دنیاست. خیلی ها میگن پیتزا واسه ایتالیاست، ولی تاریخچه پیتزا رو که بخونید، پیتزا رو ایرانیان باستان یه نونی میپختن روی سپراشون تو زمان جنگ، که یه سری از سبزیجات و اینا رو روی اون نونا میریختن، که بعدش از اونجا رفتش به ایتالیا و تو ایتالیا خیلی پیشرفت کرد و ایتالیا شد مهد پیتزای جهان. همراه من باشید با پیتزای گوشت و قارچ. خب من پیازم رو با فلفل دلمه ای مو از قبل نگینی خوردشون کردم، حالا نوبت قارچ هست. دستتون رو روی قارچ میذارید، انگشتتون خم که چاقو انگشتتون رو نگیره، با نوک چاقو. خب اول قارچمون رو جدا تفتش میدیم و برش میداریم. خب قارچمون رو سرخ کردیم و برداشتیم، حالا پیازامون رو تفت میدیم که بعدا بهش گوشتمون رو اضافه بکنیم. خب گوشتمون رو اضافه میکنیم، گوشتمون هم تفت میدیم. یه ذره که رنگ گوشتمون عوض شد، ادویه‌هامون رو بهش اضافه میکنیم. خب رسیدیم به وسط زمان پختمون، ادویه هامون رو اضافه میکنیم. پاپریکا، زردچوبه، فلفل، آبیشن و نمک. من میخوام یه دو تا قاشق از سس پیتزامم داخل این گوشتم بزنم که قشنگ گوشتم طعم سس رو به خودش بگیره. خب دوستان گوشتمون رو سرخ کردیم، قارچمون هم که از قبل آماده کرده بودیم، کف ظرفمون رو یه ذره روغن می‌ریزیم چربش کنیم. قشنگ همه جای ظرفتون روغن بزنید. خمیرم که از قبل آماده کردم گذاشتم استراحت کرده، بعد پف خمیر رو گرفتم دوباره ورزش دادم، الان میخوام پهنش بکنم. خمیرم خیلی لطیف و خیلی آماده است. خیلی خوب. این یکی از مدل‌های پهن کردن خمیره. خمیر رو همینجوری که باز میکنید بچرخونید تا بتونید یه خمیر تقریبا گرد در بیارید. سسمون رو روی خمیرمون میزنیم، از مرکز میزنیم تا یک سانت و نیم مونده به لبه ها، که جلوی پف خمیرمون رو نگیریم. چه سیر و روغن زیتون این سس فوق‌العاده است. واقعا
آشپزی رو لذت بخش برم که از قبل روشن کردم رو دمای 230 درجه سانتیگراد طبقه وسط پیتزامو میذارم، یه کاسه آب گذاشتم داخل فر که خمیرم موقع تبخ خشک نشه. خب با پنیر پیتزا شروع میکنم. نصف از پنیرمونو اول میریزیم روی موادمون، یه خورده از جلوتر روی پیتزا رو بگیرید. مرسی. این میشه مرحله دوم که شد پنیر. بعد نوبت گوشتمه. یه پیتزای سلامته بدون سوسیس و کالباس با گوشت چرخ گرده و قارچ. با خیال راحت میتونید به بچه هاتون این پیتزا رو بدید. فقط کالری پیتزا همیشه بالاست، مراقب وزن فرزندانتون باشید. خب گوشت رو همه جا پخش کردم، حالا نوبت قارچه. قارچه ها به همین صورت. میریزم. دوباره یه لایه پنیر. میتونید با دستتون فشار بدید که قشنگ موادتون به خمیرتون بچسبه. یه خورده فشارش میدیم. میریم سراغ مرحله آخر، فلفل دلمه‌ای. آماده است که پیتزامون بره داخل فر. همراه من بیاید. خب دوستان اینم پیتزای قارچ گوشتمون آماده شده. امیدوارم که تو خونه درست کنید، لذت ببرید. یه پیتزایی که سلامته، خیلی از اون ضررهای سوسیس کالباسا رو نداره. امیدوارم که همیشه شاد باشید توی زندگیتون. دکمه سابسکرایب به کانال رو حتما بزنید تا از ویدیوهای جدید بهره مند بشید. یادتون نره دوستتون دارم.